ایگان شیله در 12 ژوئن 1890 در اتریش سوفلا به دنیا آمد. پدرش رئیس ایستگاه قطار بود و او در کودکی وقت زیادی صرف نقاشی از قطارها می کرد. پدر و مادرش او را در 11 سالگی به مدرسه شبانه روزی فرستادند با این امید که درس بخواند و برای خودش کسی شود. اما او خجالتی و تنها و به درس و مشق بی علاقه بود. در 15 سالگی پدرش را از دست داد. شیله دلتنگ پدرش بود و احساس می‌کرد مادرش حال او را نمی‌فهمد. مادر عقیده داشت که آرزوی هنرمند شدن پسرش آب در هاون کوبیدن است. اما درس و مشق شیله از همیشه بدتر شد و معلم‌ها توصیه کردند ترک تحصیل کند. تابستان همان سال در آزمون ورودی دشوار آکادمی هنرهای زیبای وین پذیرفته شد. چارچوب سفت و سخت و سنتی آکادمی خیلی زود دلش را زد و تصمیم گرفت خودش استادی پیدا کند که بتواند به او تکیه کند و گوستاف کلیمت را یافت. کلیمت هنرمند برجسته اتریشی حامی هنرمندان جوان بود. شیله در 17 سالگی به دیدار کلیمت رفت و تعدادی از طراحی‌هایش را به او نشان داد و پرسید آیا در او استعدادی می‌بیند؟ کلیمت پاسخ داد زیاد، حتی بیش از حد. کلیمت برای شیله مربی ارزشمندی بود. آثارش را به نمایش گذاشت و کارش را به هنرمندانی نظیر ادوارد مونک نشان داد. شیله در 19 سالگی آکادمی هنرهای زیبای وین را در اعتراض به رویکرد محافظه‌کارانه به آموزش هنر ترک کرد. جنبش‌های تازه هنری در خارج از اتریش ذهن او را باز کرده بود. هنر او روز به روز از شکل‌های متعارف دورتر می‌شد و به موضوعات حسی و خودکاوانه می‌پرداخت. رفتار او نیز عجیب و غریب‌تر می‌شد. در سال 1911 به زادگاه مادرش در جمهوری چک رفت، اما روستاییان آنجا وقتی او را در حال نقاشی از روی مدل برهنه در فضای باز دیدند خشمگین شدند و بیرونش کردند. شیله نیز مثل کلیمت چهره نگاری از زنان را دوست داشت. او می‌خواست زندگی درونی آنها و وضعیت عاطفی آنها را در نقاشی‌هایش نشان دهد. در طی جنگ جهانی اول از اسرای جنگی روسی چهره نگاری کرد. این چهره نگاری ها حساسیت انسانی شیله و توجه او به وضعیت بشر را نشان می دهد. در پاییز 1918 هوا به شدت سرد و سوزان، سوخت و خوراک کمیاب و آنفولانزای اسپانیایی در کمین بود. همسر شیله در 28 اکتبر از جهان رفت و 3 روز بعد همان بیماری جان شیله را در 28 سالگی گرفت. گروهی هنر شیله را گروتسک و حتی آزارنده شمردند، اما هنر او به شخصیتش وفادار بود. هنر او بازتابی صادقانه و راستین از ماهیت و سرشت خود او بود و همین صداقت به او امکان خلق آثاری را داد که بازتاب راستین ذات بشر باشد. هنر نمی‌تواند مدرن باشد. هنر از ازل ابدی بوده است.